Liebe Leute, liebe Freunde, guten Morgen. Es ist 12 Minuten vor 7. Es ist 6:48 Uhr. Heute ist der 6.12.2012. Und wir setzen die Lektionen von almanibfarsi.com fort. Wir machen weiter mit den Lektionen. Das ist die Lektion 185. در ادامه بحث پسیو زد میرسیم به بخش پسیو پرفکت، یعنی پسیو ماضی نقلی. ایش هابه دی آرباید گماخت، دی آرباید وورده گماخت، کار انجام شد. ماضی نقلیش، منظور از ماضی نقلی اینه کار انجام شده است. من ماضی نقلی که میگیم یه اثرش انگار تا زمان حال باقی است، اینجوری که تو کتاب ها می نویسن، یعنی شده است. شد مثلا 200 سال پیش، انجام شد، رفت، تموم شد، ولی کار انجام شده است، این اثرش هنوز هست، هنوز باقی هست. و توی روزمره گفتیم به ماضی نقلی رو به جای گذشته هم استفاده میکنن. مثلا میگن ایش هاب دی آرباید گماخت، میتونیم بگیم ایش ماخت دی آرباید. ولی پسیو ماضی نقلی مهم هست. چطوری ساخته میشه؟ خب دی آرباید، این آبی کنم، ماضی نقلیه، قرمزش کنم. خب دی آرباید، ببینید بچه ها، ما از وردن گفتیم نیاز هست توی پسیو کردن، درسته؟ وردن نیاز هست. توی ماضی نقلی ما وردن رو دیگه صرف نمی کنیم واسه من، تو، شما. ایش ورده، دو ورده، اینجوری دیگه نمیگیم. چی کار میکنیم؟ وردن رو یه تغییر توش میدیم و در واقع اش رو میکنیم او وردن هست، درسته؟ بعد اینجا فعل زاین میاد. مثلا دی آرباید ایست، ایش بین، دو بیست. مثل مثلا ایش بین گگانگن، ایش بین گکومن، من آمدم. ایش بین گگانگن، من رفتم. گفتیم بین میاد. اینجا همیشه بین میاد، دیگه هابه نمیاد. خب دی آرباید ایست اینجا گماخت وردن، یعنی این وردن میره آخر، همیشه هم واسه همه هم یکیه. مثلا حالا اینجا دی آرباید باشه، من باشه، تو باشه، شما باشه، این وردن تغییری نمیکنه، این گماخت هم تغییری نمیکنه. از کجا میتونیم بفهمیم که صرف داره میشه؟ از این فعله، فعل اینه در واقع. خب دی آرباید ایست گماخت وردن، یعنی کار انجام شده است. دی آرباید وورده گماخت، کار انجام شد. دی آرباید ویرد گماخت، کار انجام می شود. خب ایش زادیش، من تو را دیدم، میتونیم بگیم ایش هاب دیش گزن، دو وورد است گزن، اینو درس قبل داشتیم. تو دیده شدی. حالا تو دیده شده ای میشه چی؟ آسونه نه؟ خب دو فعل زاین بیست، گزن که تغییری نمیکنه، وردن هم تغییری نمیکنه. دو بیست گزن وردن، دو بیست گزن وردن، تو دیده شده ای. بعضی موقع توی روزمره ما به جای شده ای نمیگیم تو دیده شدی، شدی. اگه ببین ای آخر شما تشدید میدیم، تو دیده شدی، شده ای در واقع. ولی اگه بخوام تو دیده شدی، شش رو تشدید بدیم، در واقع ما با لحن کلام هست که فرق بین گذشته و گذشته نقلی رو، گذشته ساده و گذشته نقلی رو تو فارسی، تو زبان روزمره، این تمایز رو قائل میشیم. مثلا میگیم من غذا خوردم، این دو ساعت پیش خوردم. خوردم رو دقت کنید، من غذا خوردم، خش رو تشدید میدیم. حالا میگیم من غذا خوردم، خوردم در واقع یعنی خورده ام، تشدیدمون یا اون استرسمون میره به بخش دو، من غذا خورده ام. خب این مورد تو آلمانی مهم نیست، ما همیشه پرفکت رو میدونیم واسه گذشته هم به کار ببریم. پس مثلا اینجا میتونم بگم تو دیده شدی، در واقع شده ای. اینجا میتونم بگم تو دیده شدی، شدی، شش تشدید بدم یعنی گذشته بود. این فقط به خاطر اینکه یه ذره بتونید تشخیص بدید فرقشون چیه. خب ارلیب دیکیندا، دیکیندا وردن گلیبت،
Die Kinder werden geliebt. Er liebte begim. Er liebte die Kinder. Er hat die Kinder geliebt. In مساویه er hat die Kinder geliebt. بچه ها را دوست داشته. دوست داشت. گذشته داشت. در واقع داشته است این ولی داشت. به جای داشت هم به کار میره. این داشته. Die Kinder wurden geliebt. بچه ها دوست داشته شدند. حالا اینجا Die Kinder فعل زاینشون چیه؟ چون جمع هست sind geliebt worden. Die Kinder sind geliebt worden. بچه هاش دوست داشته شده هند. بچه ها دوست داشته شده هند. Das Essen wurde gegessen. Das Essen ist gegessen worden. Das Essen ist gegessen worden. غذا خورده شده است. Der Computer. Ich habe den Computer ausgeschaltet. Der Computer ist ausgeschaltet worden. Der Computer ist ausgeschaltet worden. کامپیوتر خاموش شده است. حالا اینجا اگه وایل بذاریم بچه ها اینجا مثلا وایل این جمله قبلش باشه چون که کار خب فعل چیه در واقع اینجا فعلایی که صرف میشن دو بیست و اینا گماخت آوردن که صرف نشدن که ببین اینجا گماخت وردن گلیپ وردن هیچ تغییری واسه من و تو و شما اونا نداره این فعل اینه در واقع وایل پس این خرگوشی میشه میره آخر وایل دی آباید گماخت وردن است اینجوری میشه وایل دو گزن وردن بیست وایل بیاریم بیست میره آخر از اینجا میره کنده میشه میره اینجا ابول یعنی با اینکه اینم فعل خرگوشی میکنه ابول با اینکه بچه ها دوست داشته شده هند ابول دی کیندر گلیبت وردن زیند زینده از اینجا کنده میشه میره آخر از آنجایی که معنی مثل دا میده مثل وایل هست دا از آنجایی که دا این دا معنی اینجا معنی نمیده معنی اینجا یا اونجا این دا یعنی وایل از آنجایی که از آنجایی که غذا خورده شده است دا داس اسن گگسن وردن است بعدش حالا فعل جمله دوم میاد و یه چیزی جمله دیگه مینویسی ایش هاب دن کامپیوتر ausgeschaltet از آنجایی که من کامپیوتر خاموش کردم دا ایک دن کامپیوتر ausgeschaltet habe از آنجایی که کامپیوتر خاموش شده است دا دن کامپیوتر ausgeschaltet worden ist از آنجایی که کامپیوتر خاموش شد دا در کامپیوتر ausgeschaltet wurde wurde میره آخر اینجا صرف فعل wurde است خب میز چیده شد شده است غذا آورده شده است غذا خورده شده است اینجا بگیم چون که اینجا بگیم از آنجایی که و این هم ایچی نگیم همینجوری خب این هم تمرین جدیدتون بنویسید زیر هر ویدیو یه کامنت باکس هست میتونید وارد کنید پاسخاتونو خب این هم از این درس البته این تازه شروع کردم در واقع مبحث پسیو رو چندین درس دیگه خواهم گذاشت یا میذارم تا اینکه مطلب جا بیفته یعنی با فعلای دیگه بسازیم پسیو خیلی میبینید توی نوشته ها تو روزمره زیاد دیده میشه و گفته میشه مهمه در واقع هم این سه تا پسیو هستن که خیلی مهمه پسیو آینده هم داریم غذا خورده خواهد شد
خب این چیزا واقعا تو روزمره به کار نمیره، تو نوشتارتون هم به کار نمیره، ولی تو ممکن توی امتحان بخواد بدونی. و بنابراین ما تمرکز اون رو اون چیزایی هست که مهم هستن، کاربردی هستن، نه تئوری باشن. خب تا درس بعد، چوز، بیس دی نکست لکسیون، چوز.